بدون تاریخ، بدون امضا. این عنوان یکی از آثار فاخر و البته پر افتخار سینما ایران توی دو سال گذشته بوده که توی جشنواره فیلم فجر سال گذشته اکران شد و تونست جوایز بسیار زیادی به دست بیاره و توی اکران اسفند ماه سینماهای ایران هم که قطعا استحضار دارین که با فروش فوق العاده زیادی روبرو شده. یکی از علتهای اصلی این اتفاق اینه که استقبالی که خدمتتون گفتم توی جشنواره فیلم فجر اتفاق افتاد، توی جشنواره ونیز برای اولین بار سینما ایران تونست دو تا جایزه رو به دست بیاره به دلیل بازی خوب نوید محمدزاده و کارگردانی ویژه وحید جلیلبند. همه اینا رو که بذاریم کنار، حضور احسان علی خانی این بار در قالب و مقام تهیه کننده سینما واسه خیلی از مخاطبا و علاقمندان خودش جذاب بوده و همه این اتفاقا کنار هم باعث شده که بدون تاریخ، بدون امضا، با استقبال باشکوهی از علاقمندان به سینما روبرو بشه. گروه تی وی پلاس امشب 5 اسفند ماه 1396 توی پردیس ملت حضور پیدا کرده تا مراسم فرش قرمز و اکران خصوصی پرستاره این فیلمو واسهتون به تصویر بکشه. گفتگوهای فوق العاده جذابی اتفاق افتاد با احسان علی خانی، با عادل فردوسی پور، با وحید جلیلبند و خیلی از هنرمندای دیگه و تصاویر بسیار زیبایی از لنز دوربین های تی وی پلاس ثبت شد و واسهتون مخابره میشه. امیدوارم که از ماحصل تلاش گروه تی وی پلاس توی مراسم اکران خصوصی بدون تاریخ، بدون امضا، رضایت کامل رو به دست بیارین و از ما و کار ما خوشتون بیاد. ناصر شاهوردی 30 ساله، سوختگی شدید. داود بوکایی 67 ساله، بیمارستان نوشته فیبروز ریه. بعدی امیرعلی خانرودی 8 ساله، علت مرگ نامعلوم، رسوندن بیمارستان تموم کرد. اسم یارو واسش سر صدا می‌کرد. کاوه تو بعد چیزی به من بگی نمیگی؟ دارم خواستم بگم پدر انگار یه چیزی قایم. مطمئنی؟ هرکون! هرون زاده بچه‌ام مرد. امیر آقایی، هدیه تهرانی، زکیه بهبهانی و نوید محمدزاده. بدون تاریخ، بدون امضا. کارگردان وحید جلیلبند. باعث افتخاره که ما در خدمت احسان علی خانی باشیم، ستاره تلویزیون ایران، که امشب تو مقام تهیه کننده خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم از زحمتتون جناب آقای جوان عزیز. خانم همه جا خیلی خوش اومدید. خیلی مخلصیم، قربونتون. آقا تجربه حضور تو سینما چطور بود و اینکه اصلا چی شد که احسان علی خانی که همه میدونن آدم محتاطیه تو خیلی از عرصه‌ها قبول کرد که بیاد و خودش رو داخل یه بازی جدید تجربه بکنه و امتحان بکنه؟ خیلی مفصل توضیحش رو اینا دو خطیش رو بخوام بگم اینه که اولا رفاقت من با وحید و علی جلیلبند برمیگرده به بیش از یک دهه و اینکه وقتی وحید و علی زرنگار فیلم نامه رو نوشتن لطف کردن به منم دادن، فیلم نامه رو خوندم و دوست داشتم و اینکه احساس حتی قرابت میکردم بین کاری که این سالها در تلویزیون کردم و برنامه‌ای که ساختم، مستندی که ساختم و جهان این فیلمنامه و از اون طرفم دوستای عزیز و نازنینم بودم و میدونستم که صاحب دردن، دغدغه دارن، دعب دارن و بی دلیل یه کاری رو نمی‌کنن همینجوری باری به هر جهت و اینها.
دیگه خوشحالم از این بابت که کنارشونم و خدا رو صد هزار مرتبه شکر که به لطفشون زحمت‌های علی، وسواس وحید کار آبروداری شده و حالا آدم خوبه که کنار این اثر. فکر می‌کنید که تیمتون حفظ بشه کنار هم دیگه؟ یعنی این اولین حضور شما توی سینما ممکنه که ادامه دار باشه؟ نمیدونم واقعا، همه چی برمیگرده به حالمون در آینده. من راجع به تهیه مدت هاست که تو فکرم بود و تو کارهای مختلف، کارهای که با دوستان قدیمی داشتیم، چند تا کارم با هم انجام داده بودیم، تو فکرم هست، ولی هر کاری نه، چون آره احساس این میکنم... سختگیری شما آره. که همیشه هست. آره، ولی بالاخره سینما موضوع جدیه دیگه، ولی خب من بچه تلویزیونم، یعنی اینو نمیتونم فراموش کنم. یک نکته که من خیلی خودم دوست دارم اینه که، و باید انصافا گفت راجع به وحید، اینه که خیلی زمانه زیادی رو اختصاص میده به فیلمنامه. یعنی وحید جدیدمن و علی زرنگار چندین بار بازنویسی کردن، یک زمان طولانی بله. یعنی شاید بگم قریب یک سال و اندی، و اون زمان طولانی تولید یه ذره به فرسایش هم رسون، اما ده بچه ها گرم، همه حرفه‌ای و درجه و کست خوب، خدا رو بچه ها پشت دوربین فوق‌العاده. علی جلیبند هم هست، علی که بی نظیره. علی جلیبند واقعا تلاش فوق‌العاده‌ای کرد و بار اصلی این اتفاق رو دوش علی بود. واقعا دم همه‌شون گرم، واقعا برای این فیلم هر اتفاقی افتاده مدیون و مرهون تک تک بچه هاست، از بچه های ترابری گرفته تا بازیگرای درخشان. واسه همین ما جایزه رو درو کردیم دیگه. آره خدا رو شکر. کدوم لحظه شما احساس غرور کردین؟ یعنی سر گرفتن کدوم جایزه بود؟ جشنواره فیلم فجر خیلی واسهتون دلچسب بود، یا مثلا جشنواره بنیز یا جشنواره دیگه که گرفتین جایزه؟ شخصیشو بخوام بگم، لحظه که خیلی حالم حال خوبی بود، لحظه بود که وحید جلیلوند جایزه ونیزشو هدیه کرد، جایزه بهترین کارگردانی ونیزشو هدیه کرد به علی جلیلوند، برادر بزرگش. بله. خیلی برام حال خوبی داشت، خیلی فوق العاده بود. اتفاقا بیفته واسه این فیلم، پس تو این اشه یه ذره آمادگی گرفتن جایزه بنیز رو داشتیم، اما دوتا رو اصلا. چون من تا اونجایی که یادمه، شاید اشتباه میکنم، تا اونجایی که تو ذهن منه، معمولا ونیز به دوتا اثر نمیدم. یعنی یه ذره تو ذهن من حداقل برای سینمای ما که فکر نمیکنم اتفاق افتاده باشه دوتا جایزه رو گرفته باشه. خیلی لذت بخش بود. اما هیچی، من دیروز و پریروز اکران مردمی مشهد بودیم با وحید. بله. انقدر حالمون خوب بود و انقدر احساس، با اینکه بی اندازه انرژی گرفت، یعنی من خیلی شلوغ بود، دو روز بسیار بسیار شلوغ و پرترافیکی داشتیم، ولی مخصوصا اون سانسایی که با وحید بعد از فیلم میرسیدیم، یعنی هماهنگ می‌کردیم فیلم که تمام می‌شد، بله. تیتراژ پخش می‌شد، ما می‌رفتیم تو سالن. ریاکشن‌های مردم، اصلا اون واکنش مردم فوق‌العاده بود و فکر می‌کنم حتما تمام خستگی وحید در رفت و احساس فوق‌العاده‌ای بود. حالا که تونستن شما رو راضی بکنن که بیاین تو سینما به عنوان تهیه کننده، اون داستان بازیگریتون ممکن اتفاق بیفته که این تو این همه سال این همه پیشنهاد داشتین؟ خیلی نه واقعا، یعنی تصوری ازش ندارم. همیشه هم شرمنده دوستای عزیزم به عنوان کارگران و تهیه کننده شدم، دغدغه‌ش رو ندارم، فکر کنم بلدش هم نیستم. تو حوزه تهیه‌ام واقعا مثل همین کار، دوست دارم تو کاری باشم که یه نقطه مشترک باش داشته باشم، ولی صدقه سر مردم تو قاب تلویزیون یه اندک اعتباری پیدا کردم، برای حالا شهرت و پول و اینا دنبال نیستم هر کاری در سینما بکنم، باید یعنی زلفه گره بخوره به حالم، بگم هستم و دوستش داشته بلد. باشم. ولی اینور مشغله من در تلویزیون خیلی زیاده. خیلی تونش از خبری هیچ وقت شما نبودیم مثلا تو جشنواره فیلم بفرج؟ نه همون. آره اینجوری خیلی حالش بهتره و راحتره، زمینه که من همین از مهر شروع کردم برای محصل کار کردن، یعنی محصل یه 7-8 ماه پیش دولت جدی از ما میبره. بله. و همین که فقط دلیل این که مردم باید بیان بدون تاریخ بدون امضا رو ببینن هم به ما بگین ممنون میشن. از نگاه خودتون دلیلی که برای خودم اتفاق افتاد و کنار دوستای عزیزم قرار گرفتم رو میگم. بله. که یه تعبیر، یه جمله با وحید تو مشهد راجبش حرف میزدیم، خیلی جذاب بود و دوستش داشتم، و اونم اینه که تلخی این فیلم رو میشه به حقیقت داشتنش بخشید، چون واقعیه.
قبول دارم که تلخه و من سالها اینو گفتم و تکرار میکنم که تقریبا تحقیقا حتی میتونیم بگیم قطعا تمام موضوعات عمیق جهان تلخه، ولی با یک نکته متمایز و اونم اینه که توی این اتمسفر، توی این تم، توی این فضا هم میشه نجیب و با شرف زندگی کرد. یه نکته جذاب فیلم جوانمردیه، چیزی که خیلی از ماها ازش غافل شدیم و میتونیم دائما نق بزنیم به یه شرایطی، اما اینکه تو اون شرایط چه شکلی ازش خارج بشیم کار هر کسی نیست. من فکر میکنم حتی یه نکته‌ای که من از فیلم برداشت میکنم و قرائت میکنم، شخصی دارم میگم، بله، نه به عنوان عضوی از فیلم، شرفه که به نظرم گرانبهاست. اگه واقعی بود دوست داشتین کدوم یکی از شخصیت‌های این فیلمو دعوت کنین ماه عسل؟ اگه داستانش یعنی آدم‌ها واقعی بودن. توی یه برنامه هم کاوه رو دعوت میکردم هم موسا رو، میذاشتمشون روبرو هم دیگه. آقا مخلص، قربونتون برم. آقا لطف کردی، خیلی متشکرم. قربون شما، مرسی که اومدید. ممنون. مفتخرم که در خدمت جناب آقای وحید جلیلی هستیم، کارگردان درجه یک سینما ایران، و اینکه خسته نباشین، شب بسیار فوق‌العاده‌ای. قربان شما، ممنون از محبت شما، ممنون از محبت همه رفقا و هنرمندایی که امشب منت گذاشتن و اومدن و همطور مردم. آقای جلیلی خدا رو شکر که بدون تاریخ بدون امضا خیلی داره با استقبال خوبی روبرو میشه و خروش خیلی خوبی هم داشته. خودتون تصورتون چی بود از لحظه‌ای که قرار بود که این کارو استارت بزنید با تمام سختی‌هایی که ما از شما سراغ داریم و فکر می‌کنید این اتفاق خوب واسش بیفته؟ اختیار دارین. عرض کنم که طبیعتاً هر کارگردانی وقتی که فیلمش فروش بکنه، وقتی که فیلمش بیشتر دیده بشه، احساس لذت می‌کنه، کیف می‌کنه، بله، خوشحال میشه. ولی حقیقتاً فارغ از بحث فروش، خیلی دلم خواست که پیغام ساده‌ای رو که روز اول با علی زرنگار و اخوی نشستیم و در موردش حرف زدیم، اون پیغام درست منتقل شده باشه. چنانچه که منتقل شده، خدا شکر میکنم بابتش، چنانچه منتقل نشده، احتمالاً کاهلی و ضعف ما بود. در هر صورت این بیشترین چیزیست که به قولی کیفورم میکنه و خوشحالم میکنه. آجل، و هدفتون چیه؟ یعنی که این ترکیب تیم موفقه رو قراره که شما حفظ بکنید، یعنی خود شما، علی آقا، احسان علیخانی، این تیم ادامه پیدا میکنه؟ ببینید، ما سالهاست این تیم داریم با هم دیگه کار میکنیم، گاهی وقتا در جلوت، گاهی وقتا در خلوت. بله. در چهارشنبه 19 اردیبهشت هم احسان تمام قد کنار ما ایستاده بود و کمک میکرد، علی زرنگار بود، اخوی که طبیعتاً تهیه کننده اون فیلم بودن و این فیلم طبیعتاً مادامی که حالمون با هم خوب باشه که لای الحمدلله حداقل 10-15 سالی هستش که به شکل حرفه‌ای لااقل این تیم داریم با هم دیگه کار میکنیم، ادامه میدیم. حالا اینکه با چه عنوانی، با چه تایتلی، اینش واقعاً خیلی اهمیت نداره. من سالهاست آرزو میکنم علی زرنگار فیلمشو بسازه، من کنارش بایستم و هاکزا، یا احسان اگر هر زمان که بخواد ایشالا بومه خدا فیلمشو بسازه. به همین خاطر طبیعتاً این تیم و رفقای دیگری که در کنارمون هستن، ایشالا که بتونیم با هم دیگه سالها کار بکنیم. یک رمز ساده شاید داره، نمیدونم، خیلی ها تالا پرسیدن که آقا چطور مثلا شما دو تا برادر کار میکنید یا با علی زرنگار چطور میتونید تیمی بنویسید. حقیقتش ما لباس منمون رو در آوردیم پشت یک دری. چقدر عالی. وقتی میری تو اون اتاق دیگه خیلی اهمیت نداره کی چه کار است، کی داره چه کار میکنه، عنوانش چیه، تایتلش چیه. همه تلاششون این هستش که یک اثر خوب خلق بشه و اتفاق بیفته. ایشالله که اتفاق افتاده باشه. اتفاقای خوبی که برای بدون تاریخ بدون امضا افتاد،
خیلی جذاب بود، یعنی هم افتخار بود واسه کشورمون و هم توی عرصه سینما اتفاق خیلی خوبی افتاد. این اتفاقای خوب باعث شده که شما محتاط‌تر کار بکنید، تو سینما گزیده کارتر بشین، چون همه فکر می‌کردن، شاید البته مثلا دوست داشتن که وعده جدید امسال هم تو جشنواره فیلم فجر باشه. داستان اینکه قرار نبودین چیه؟ نه واقعیتش من سینما رو به من شغل انتخاب نکردم که هر سال بخوام فیلم بسازم تحت هر شرایطی. نیاز داشت به اینکه یک موضوعی رو که می‌خواید برای فیلم سومت بگی یک آمادگی براش داشته باشی، و دوم آنچه که برات گذشته درت نشست بکنه، بله، رسوب بکنه، بعد در حقیقت بری سراغ کار دیگه. اگرچه تقریبا شاید حدود 5-6 ماه مشغول تحقیقات روی فیلمنامه جدید هستیم، ولی نه هنوز به طور مشخص نمیتونم بگم که کی پیش تولیدمونه، کی تولیدمونه، کی شروع میکنیم، ولی اینکه بیفتم در یک ماراتونی و هر سال فیلم بسازم یا مقید کنم خودم رو که به فلان تاریخ برسه، به فلان جشنواره برسه، نه حقیقتش شاید بسه خیلی از آدم ها جذاب باشه دیگه. مثلا شما جوایز مختلف سینمایی رو به اتفاق فیلم بدون تاریخ بدون امضا کسب کردین، از داخلی و خارجی. شاید این واسه هر کسی وسوسه برانگیز باشه و جذاب باشه. ضمن اینکه اینا می‌خواستم ازتون بپرسم کدوم لحظه، یعنی تو کدوم جشنواره واقعا احساس غرور کردین، یعنی کدوم جایزه به شما یه حس خیلی خوب داد؟ ببینید هر جا که واقعیتش بدون هیچ مبالغه، هر جا که افتخار جدی برای ایران، افتخار جدی برای این مملکتی که پر از استعداده، پر از نابغه است، پر از هوشه، پر از توانمندیه، واقعا هر جا که افتخاری برای ایران کسب میشد حالم خوب بود. شاید رفقای نزدیکم بدونن اون روزی که آقای فرهادی اسکار دومش علال خصوص گرفت که ما با یه جمعی بودیم و خبر رو خوندیم، هیچ کس فراموش نمیکنه که من چقدر جیغ زدم، چقدر داد زدم، چقدر حال کردم. خدا میدونه شبش صدام گرفته بود بس که جیغ زدم موقعی که آقای فرهادی جایزه گرفت. برای خودم هم وقتی اتفاق افتاد بیشترین چیزی که اقنام میکرد این بودش که پرچم کشورمون بالاست دیگه، یعنی حال مردم خوب میشه وقتی که یه قهرمانی در عرصه مختلف، فرق نمیکنه، در فوتبال، در سینما، در نقاشی، در مجسمه سازی، در هر رشته ای یه افتخاری برای کشورش میاره، حال مردم خوب میشه. این حال بله. خوب در حقیقت حال منم خوب میکرد. بله خوبه. سوال بعدی رسیدی؟ چون خیلی مهمونا منتظره. بله بله. من دکتر هست شما بگید. نه قربون. تمام. مخلص. خیلی ممنون. افتخار دادین. ممنون از شما. خیلی مخلص. لطف کردین. قربونتون برم. ما بیشتر از وقت سوال نمیگیریم. فوق العاده شدن این فیلم از نظر ما، نظر من، بله، من تماشاگر نه به من هیچ چیزی، وسواس وحید برای چشم تماشاگره، بله، بدون تردید. دوست داشتم بیام اینجا بگم، دوست داشتم اینجا بگم. قربون بریم آقا، زنده باشین، سلامت، افتخار دادین، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم. قربون شما، خیلی ممنون. تحسین منتقدا قرار گرفتین، اما باز هم هیئت داوری شما رو ندید. فکر میکنین تلسم کار چجوری شکسته میشه؟ باید
دیگه میلاد کیمران چه بکنه که هیئت داوری ببینه؟ سلام خدمت شما. من چون گوشمو گرفتم چون انقدر صدای نمیشنوم، میخوام از در خودم بشنوم چی دارم میگم. این لطف شماست. من خودم کلا برام مهم ساخت فیلم امیر بود، هیچ کس از جایزه بدش نمیاد، اون حرف کلیشه نیست، ولی گذشتم از این چیزا، برام مسیرم مهمتره، برام یه سری چیزهای دیگه مهمتره. همین که شما میگید منتقدی میگن به نظرم خیلی جذابه، حتما نوبت کسای دیگه بوده یا حالا به هر شرایطی. مهم میگم ساخت امیر بوده برام و به چیز دیگه فکر نمیکنم. این که گفتین مسیر برام مهمتره، من میخوام بدونم میلاد کیمران چه مسیری رو برای خودش تصور کرده و اون گل، اون هدف نهایی که دلش میخواد واقعا بزنه الان چی هست؟ ببین هدف نهایی یا گل که نداره، چون مسیر خیلی مسیر طولانیه. بیشک یه کاتگوری رو برای خودم شکل دادم و دنبالشم و از این بعد همینجوری متفاوت تر خواهد شد. منتظر کارهای بعدی از همین تیم امیر باشه. و برادران جلیون فیلم شما دیدین؟ خیلی دوستشون دارم، خیلی دوستشون دارم، فیلم هم دیدم، بسیار فیلم خوبیه. همه هم تو فیلم خوبه، همه هم رفقای شما هستن. امیر آقا دوستای خیلی خوبه من و نوید، امیر، تک تکشون به نظر من فوق‌العاده‌ن، همشون خوبن، فیلم هم فیلم فوق‌العاده‌ایه. آقای فردوسی پور شبتون بخیر، خیلی خوشبختیم که شما رو اینجا ببینیم. شما فیلمو دیدین توی جشنواره؟ من جشنواره جشنواره میشه پارسال دیگه، جشنواره پارسال دیدمش. نظرتون چیه؟ فیلم خوبی بود، من فیلمشو دوست داشتم، بازی‌ها خوب، فیلم خوب، همه چی به قاعده. اون دو جشنواره نمیدونم الان نسخه جدیدش آیا کوتاه‌تر شده یا نه، شاید یه ذره کوتاه‌تر میشد جذاب‌تر هم میشد، ولی فیلم خیلی خوبی بود. فیلم حضور ذهن دارین یادتون هست؟ تو پزشکی، این کل لوکیشن تو پزشکی قانونی بود، اتفاقاتی اونجا رخ داد و نوید محمد، آره یادمه، بیسش یادمه. یه اتفاق ویژه‌ای که این فیلم داره حضور احسان علی خانی به عنوان تهیه کننده است توی این اشل، چقدر جذابه واسه یه آدمی که توی تلویزیونه؟ یا واسه خود شما جذاب است این کار؟ من واسه خودم نه، ولی واسه احسان به حال آدم بسیار توانا و با استعدادیه، تو هر حوزه‌ای من فکر کنم فعالیت کنه قطعا موفق خواهد بود و انشالله که توی این حوزه هم بتونه مثل حوزه‌ای که قبلا کار کرده موفق بشه. خدا آقای فیروزپور، شما خودتون ستاره تلویزیونی و خیلی طرفدار دارین، احسان علی خانی هم همینطور، چه فاکتوری باید شما رعایت بکنید که به این درجه و این جایگاه برسید؟ والا به حال این در واقع اتفاق هم خوبی داره هم بدی داره، باید آدم خیلی مراقب باشه از هر نظر و سعی کنه قدر اون موقعیتی که داره رو بدونه و فهم کنه همه کسانی که توی مقطع و در این مرحله قرار دارن این نکات رو رعایت کردن. شما مهمون سه ستاره بودین سال گذشته و یه جایزه ویژه گرفتین، نمیخواین جبران کنین احسان علی خانی ویژه برنامه عید 90 دعوت کنین؟ احسان آره بابا بازیش هم خیلی خوبه، با هم فوتبال هم بازی کردیم. والا حالا ببین چی میشه تا اون موقع. مرسی. خانم بهبهانی عزیز، در واقع با فیلم بدون تاریخ بدون امضا، بدون اقراق و بدون تعارف، یکی از شگفتی های جشنواره سال گذشته بودین و بازیتون خیلی مورد تحسین منتقدا قرار گرفت. الان هم که فیلم حسابی داره میفروشه، ما اولا دوست داریم که این مقدار بیشتر با شما آشنا بشیم و بدونیم که قبل از این شما کجا فعال بودین و چطور به در واقع این فیلم ملحق شد. بله سلام میکنم و خیلی ممنونم از لطفتون. در واقع من 17 سالی هست که مشغول کار تئاترم و از اونجایی که یه ذره آدم ترسویم خیلی جلوی دوربین سینما و تلویزیون نمیرفتم. آره من توی یه کاری تجربه همکاری با آقای جلیوند رو داشتم، تئاتر تالار وحدت با هم کار میکردیم و بعد از اون آقای جلیوند از من خواهش کردن که برای قلب یخی فکر میکنم دو تا سکانس بود و من از اونجا شروع کردم و خیلی میترسدم از دوربین. همیشه میگم که حقیقتی رو نشون میده که واقعا اگر بخوای بازی کنی اون چیزی که باید و شاید نشون داده نمیشه. در نتیجه من خودم رو بازیگر نمیدونم واقعا، چون من اصلا به من بگی بازیکن من بلد نیستم. شکست نفسی میکنی اینقدر؟ نه 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 واقعا اینطور نیست، واقعا به نظرم بازی کردن کار سختیه، ولی اینکه بتونی خودت باشی و کم کم به این برسی به نظر من
حالا با وجود همه سختیاش راحت تره و از اونجا کار ما شروع شد. در حقیقت بعد از اون از من یعنی واقعا دوباره لطف داشتن و دائم پیگیر من بودن آقای جلیل و شاید اگه پیگیریاشون نبود با اینکه من خیلی علاقه داشتم یعنی واقعا رشد کنم و یه جورایی حالا دیده بشم ولی همچنان ترسمو داشتم تا اینکه با چهارشنبه 19 اردیبهشت شروع کردیم که اون خب یه سکانس خیلی جدی تری بود و بعد از اون هم که آقای جلیوند به من گفتن که زکی کار بعدی و قطعا میخوایم که با هم دیگه باشیم و دیگه شروع شد و من وارد این وادی شدم به طور جدی. این بچه ها رو میشناختی؟ بچه کی؟ خودش آقا جان روال ما اینه که عمدتا علت فوتو به خانواده اعلام نمی کنه ولی یه کیس خاصی که باید در جریان باشه. موسا یه لحظه خب همین چرا مثل آدم حرف نمی زنی؟ آدم بفهمی چی میگی؟ چی میگی؟ یارو داری دیوونه میشه فکر میکنه بچهشو کشته. اگه نکشته چرا همون رو بهم نگفت؟ یکی از مشهورترین ستاره های امروز سینمای ما آقای نوید محمدزاده پارتینر شما در این فیلم بودن و در واقع به قول عامیانش پاسکاری شما دوتا فوق‌العاده شیمیتون خیلی خوب در اومده. دلم میخواد بگین از این همکاری بگین و نوید محمدزاده رو چطور دیدین؟ حقیقتش نوید محمدزاده خیلی آدم خودمونی و راحتیه یعنی واقعا توی برخورد اول وقتی که باهاش مواجه میشی یعنی واقعا انگار که ما با همدیگه بودیم یا همدیگر رو میشناختیم. ببینید واقعا برام سخت نبود بعد از اونجایی که هم نوید یه جورایی تئاتریه و من از خودم هم همیشه تئاتر کار میکردم خب خیلی رابطه راحتی داشتیم و برام هیچ چیز سخت نبود یعنی حتی با نوید محمدزاده و واقعا همه جوره یه جاهایی که شاید مثلا من کم می آوردم یا مثلا سختم می شد چون من عادت کردم توی تئاتر یه برداشته همه چیز رو بگیرم برم. یه سکانس یادم میاد که توی یه پلان یه خود من به هم ریخته بودم و واقعا نمی تونستم اون چیزی رو که دلم می خواد ارائه بدم که بعد نوید با هم دیگه در واقع منو کشید کنار رو با هم دیگه صحبت کردیم و به من دلداری داد که زکی اینجوریه هیچ اشکالی نداره و ادامه بده و پیش میاد و از این صحبت ها و واقعا تجربه خوبی بود و خیلی با هم راحت بودیم. سم بپرسم اون سکانس کدوم سکانس؟ چون این فیلم سکانس های خاص خیلی داشت. بله البته. سلام حال شما خوشم. اون سکانسی بود که در واقع توی خونه بود و بعد از خاک سپاری در واقع پسرم. سکانس دم در یا سکانس تو حیات؟ توی حیات. آره چون خیلی برام سکانس اصلا اون سکانس خونه برای من واقعا سکانس سختی بود. آره چون من این تجربه رو از نزدیک واقعا لمس کرده بودم یعنی چیزی نبود که توی اون لحظه بخوام بازیش کنم. خیلی متشکرم ازتون. خیلی هم خوشحال شدم از آشناییتون. متشکرم. مرسی.